خب بعد از یه ما منفعل بودن بالاخره میتونم بگم که وضعیتمون داره برمیگرده به روال گذشته. و خب اینم اضافه بکنم که توی ویدیو نوئل بود فکر کنم که گفتیم میریم سراغ ریزر و نینگوانگ، که خب فعلا آقای امیر سیستم نداره تا دوشنبه، اگر سیستمشو بدن دوشنبه. توی مدتی که سیستم نداشته قطعا نمیتونه ریزر و نینگوانگو بیلد بکنه و لول آپ بکنه. و خب آره سرتون رو درد نیارم، خلاصش اینه که فعلا میریم سراغ یولا چون اولویت بیشتری داره، داره با بنر آلبدو میاد. و خب آره بریم توی ویدیو. یولا دیپیس بسیار زیبا و جذاب فیزیکاله که استات اسنشنش کریت دمیجه و خب دمیج ایویش باعث شده جزو بهترین دیپیس بازی توی کانس صفر و حتی با سلاح 4 ستاره باشه. میریم سراغ تالنتا. تالنت نرمال این بانو به شدت دمیج خوبی داره و این تالنت رو حتما باید بالا ببرید، مگر اینکه بخواین واسه رکورد زدن درس توی ابیس فلورا 7 یولا بگیرید که خب نباید نرمال آپ کنید چون انمیا با سه تا ضربه نرمالش میمیرن. و اسکیلش دولت هولد و پرس داره که پرسش کولداونش 4 ثانیه است و هولدش 10 ثانیه. این اسکیل دوتا استک داره، یعنی دو بار که پرس بزنین بهتون بر اساس این استک ها در کل 60% دف میده به مدت 18 ثانیه و دفعه بعد که هولد کنین این دو استک مصرف میشن و مقاومت فیزیکال و کرایو انمیا توی لول مکسش 25% کم میکنه که مدتش 7 ثانیه است. و میرسه به برستش که چیز بسیار حقیقیه. برست رو که میزنین یه ضربه کرایه اول میده و یه شمشیر ریزی پشت سرتون ظاهر میشه. حالا بعد از هر ضربه ای که به انمی بزنید این شمشیر کلفت و درازتر میشه و یه استک پر میشه و در آخر بعد از 7 ثانیه منفجر میشه. اگرم قبل از تموم شدن 7 ثانیه سویچ کنید روی کاراکتر دیگه بلافاصله منفجر میشه. این برست توی کانس صف با لول مکس یه سی حدود 2700% دمیج میشه با استکایی که میشه گرفت و خب 80 تا انرژی میخواد که بعدا بهش میرسه. پسیو اول این دختر باعث میشه بعد از اینکه اسکیلتون رو هولد کردین اگر دو استکش کامل بود یه مینی سورد اسپام بکنه و نصف دمیج بیس برستشو بده، یعنی دمیج برستتون بدون هیچ استکی تقسیم بر دو. پسیو دومش هم بعد از زدن برستتون کولداون اسکیلش رو ریسیت میکنه و یه استک میده که خب دوباره بعدن سر این حرف میزنه. کانسن کارتر به شدت دمیج بیس هستن، کارتر مثل چایلد، هوتا و ژیاو و غیره کانسشون بیشتر گیم پلی عوض میکنه، ولی کانس صفر یولا با کانسش فرق دمیج بسیار زیادی داره. کانس یک بعد از مصرف کردن استک های اسکیلتون به ازای هر استک 6 ثانیه و در کل 12 ثانیه بهتون 30% فیزیکال دمیج میده. خب به من اشتباه جانه گوسیر خالص میده چون هیچ دستانی گوسیرشون فیلتویلر یا وکین خرد که سفیدی واسه این کانس به درد نمی کنه، بلکه به درد شما سپسه این خوره که اعتیاد به قمار نداشتی و از اول گیم ویشان نگه داشتی الان میتونی کانس دور بید. چون کانس دوش هم کودم هول اسکیل رو هم میکنه 4 ثانیه و خب اینجوری میتونیم هیچ جسنه رو داشته باشی و حقیقتا هیچ فرق نداره چون بسید سر 7 ثانیه مفاجه میشه، پس شما سیستی که در واقع میتونی کارت دیگه به جیبی جاش این کانس رو میگیره. کانس 3 لول برسیده. کانس 4 شمشیر انتحارش رو واسه انمی های زیر 50% HP به مقدار 25% بیشتر میکنه. کانس 5 3 لول اسکیل میده. و کانس 6 یکی از هیولاترین C6 های بازی از نظر دمیج، به این صورت که 5 استک از همون اول میده و یه 50% شانس اینو دارین که با هر ضربه یه استک اضافه بگیرید. این یعنی فرض کنیم شما 14 تا استک توی کانس 0 میتونید بگیرید، با 5 تا اول میشه 19 تا و بگیم که خیلی انسان به شدت عادی هستیم و مرز بین سفیدی و سیاهی که از اون 14 تا 7 تاش این کانس روش اثر بکنه، اینجوری 26 تا استک معمولا میتونید بگیرید از این کانس و اینکه درصد برستون میشه یه سهود 4700%، یعنی دمیج دو برابر نسخه فیلد تو پلیرش. میریم سراغ سلاح. رو این کاراکتر تقریبا هر چیزی رو بندازین جوابه، حتی اون کلمور 3 ستاره فیزیکال، ولی خب بهترین سلاحش توی 4 ستاره که کلمور بتل پس، بعد از اون برک کلیف و خب بعد از اون هم کلیمور های کرافتی، حالا هر کدوم که خواستین کرافت کنین، البته جز کلیمور اینازوما. یه سلاح فیر تو پلیر هم دادن که خب اگه گرفتین اونم چیز خیلی حقیقیه و خب مهمتر از همه کلیمور که بند قبلی بود آکوامارو که درست دمیج نرمالتون میاره پایین، ولی دمیج برسش با سلاحی مثل سانگ قابل مقایسه است و با ریفاناش حتی از سانگ هم بهتر میشه. سلاح پنسترام که بهترین سلاحش یعنی سانگ، هرچند بهترین از نظر دمیج نه، از نظر کلی هم ظاهر هم باف پارتی و غیرش سلاح نسبتا خوبیه. بعد از اون ولف و آنفورج هستن که خب برابرن تقریبا، فقط با آنفورج یه شیلد کلوف نیاز داری و در آخر میرسیم به پراید که حسابش انرژیه ولی خب پسیوش چیز خیلی حقیقیه و البته که یولا انرژی هم میخواد. یه یادکرد افتخاری هم بکنیم از کنمون مخصوص ایتو، درست پسیوش کلا واسه یولا شوته ولی با توجه به بیلدتون ممکنه دمیج حقی بده چون 88% کریت دمیج چیز کمی نیست و خب با این وجود ویش نزنید سرش چون حقیقتا برای سلاحه و خب ایت واز تراپ. آقای امیر شال دو سر بنر سلاح از دست داد.
خب بریم سراغ آرتیفکت ها. یه نکته ای هست همین اول، اینکه سابست کلا به ست الان برتری داره و خب شما بیدی که کردین ساعت رو اتک میذارین، کامپو فیزیکال میذارین، کلا هم که کریت دمیج میذارین، ولی خب داخل این ستاتون استت خیلی مهمه. بعد هم اینکه حتما سعی کنین داخلش هم کریت ریت داشته باشین هم کریت دمیج، حالا با یه مقداری هم انرژی شارژ. خب درسته بهترین ستش همون چارتی که پلی فلیمه، خب چون همون 18% اتک رو میده و 50% هم فیزیکال دمیج، ولی دوتا پیل بندازین دوتا بلاد هم هستش که خب 50% فیزیکال دمیج داره و مثل چار پلی فلیم نیستش که یه شرایط خاصی داشته باشه و توی روتینش فقط روی دمیج برس و علاوه این نورمال هایی که تو هین میزنین بتونین تاثیر کاملش رو بگیرین. و در آخر هم که دوتا گلاد و شیمینوا هست و خب همچنان سابستد گاد این وسط به ست واقعا ترجیح داده میشه. و اینکه سعی کنین بین 120% تا 130% هم انرژی ریشارژ رو حتما داخل سابستد رو بگیرین. خب میرسیم سر تیما. یکی اینکه خود یولا کلا به طرز عجیب و غافلگیر کننده این نفر دوم تیمتون باید حتما الکترو باشه. حالا دیگه این انشالا بستگی به خودتون داره که کلا با چی حال میکنیم، ولی من یه توضیح مختصری الان بدم. اولا که شما برای یولا به یه باتری نیاز دارین و خب هیلر هم این مثلا خیلی مهمه که خب کلا بهترین گزینه براتون میتونه همون دایونا باشه. و خب برای کاراکتر سوم هم روزاریا پیشنهاد میشه، چون هم ساب دی پی اس خیلی خوبی میتونه باشه، هم میتونی سی 6 بگیرین شو، کلا این مثلا خیلی به فیزیکال یولا کمک بزرگی میکنه. خب اگرم بخواین که کاراکتر دوم رو فیشل بذارین که خب خود فیشل دمیج و پسیو خیلی خوبی داره و کنارش هم بیدو رو بذارین که باف دو الکترو میگیرین و این میشه انرژی بیشتر. و خب از اون طرف هم کلا یه گزینه تو لیزا است که میتونین تی دی اس بدین دستش، 48% هم به یولا اتک میده و تا 60-70 آپش کنین تا همون 15% هم از ارمی دف کم کنه. از کل خود من با شوگان کنار یولا حال نمیکنم. ولی خب اگر هم میخواین شوگان بذارین پیشنهاد میکنم اگه میخواین همچین حرکتی بزنین سارا رو اگر که دارین حتما بیلدش کنین، بزنینش کنار، چون بازم هم باف دو الکترو میگیرین، هم انرژی بیشتر میگیرین و همین که هم سارا هم شوگان برست دی پی اس، خب حالا دی پی اس نکیم چون بعضی ممکنه بهش فشار بیاد، به ساپورتن. به این صورت که شما اسکیل سارا رو میزنین بافش رو میگیرین حتما هم با خودش، بعدش هم بلافاصله بریم روی شوگان که اونم با فتک سارا رو بگیر و یه دمیجی هم با اون بدیم که کلا کاراکتر الکتروی مورد علاقه جناب امیر فقط فیشله. خب من تزیر تنها نظریه آقای امیر، خب بخونیم ببینیم چی گفته. اصلا کجا گفت چی بود؟ اصلا کجا گفت؟ خب کاراکتر الکتروی مورد علاقه من فقط و تنها فیشله. حالا شاید چون فیشل سی 6 با همراه سلاح 5 ستاره دارم نظرم اینه، ولی خب در کل فیشل رو با هیچی عوض نمی کنم. با این شغل چقدر تو سیم بید. یه تیم دیگه که از نظر دمیج تیم خوبیه کلا تیم دوجیوه که همراه با جانگلیه، که خب ممکنه کلا مشکل انرژی این وسط پیدا کنین چون باتری کرایو ندارین که بخواین ازش استفاده کنین، ولی خب اگه یه شوگانی چیزی دارین خب به دردتون میخوره که کلا این تیم میشه تیم فول 5 استار که خب میشه متشکل از یولا، شوگان، آلبدو و جانگلی. یه تیم دیگه هم که استفادهش میتونه یوزفول باشه تیم دو پایروه، که خب به این صورت که شما بنتو به همراه زینیار میذارید که خب زینیار خودش 15% فیزیکال دمیج بونس میده، ولی مسئله اینجاست کلا پیشنهاد نمیشه چون با تیم قبلی مثلا دمیج یولا چیز خوبیه و کلا ممکنه شما واسه تیم دومتون بنتو بیشتر نیاز داشته باشید. خب نکته بعد این که وجود داره خب روتینشه دیگه، من کلا با تیمتون کار ندارم، ولی خب مهم فقط اینه که الکترو رو اول بزنید حتما، بعدش برید روی یولا اسکیل بزنید که خب یه استک الان میگیره، بعدش هم بلافاصله برس بزنید اینم یه استک دیگه، بعدش هم که کولداون اسکیل ریست میشه بعدش به 4 بار نورمال حتما بزنید، بعد از اونم اسکیل رو هول میکنید که چیزی میده 4 بارم باز نورمال میزنید، خب اینجوری بیشترین استک رو میتونید بگیرید. باره دیگه باید شیل و هیل و باف و الیترو و اینستار رو همه رو قبل بزنید که بعدش سویش نمیتونید بکنید بازید و اگه سویش کنید میترید. ماهیت واقعی شکایت چیه؟ شرایط ناگوار یا گذشته غم‌انگیز؟ اصلا انتقام به چه معنیه؟
آیا برای رسیدن به عدالت و کسب رضایته؟ یا برای کشوندن دشمنان به قعر عذاب؟ احیای افتخارات قبیله، وحشت مردم، ایستادن در اوج حکومت؟ تمام اینها برای یولارانس بی اهمیت بود. اون هیچ وقت این به اصطلاح حقارت رو تجربه نکرد، بلکه قبیلهش بودن که آزارش میدادن. اون تلاش کرد خودش رو از شر قبیلهش رها کنه و به دنبال کسب توجه بقیه بود. شکایت و انتقامش چیزی جز یک عادت نبود، یک علامت، یک سپر. اینجا بود که یولا به یک پیشرو فراموش شده رسید. از اون پشتکار و روشنفکری را آموخت و فهمید که قبل از شکایت و انتقام، قبل از قبیله و غریبه، هر کس باید خودش رو پیدا کنه. روش زندگی، حفظ خود، اهداف، بعدش هر اسمی که روش بذاری هیچ تفاوتی نمیکنه. این همون مسیر ملایم انتقام یولا خواهد. وقتی بالاخره این مسیر رو پیدا کرد، در مقابلش ظاهر شد یک ویژن. یولا حامل نشان خانواده این لارنس، مهره یخمندان. تعداد کمی از اون امتحانهای قبیله رو پشت سر گذاشتن و امیدهای قبیله همراه با این مهر نسل به نسل منتقل. هنگامی که یولا در آزمون شرکت کرد، هنوز سنی نداشت، ولی با موفقیت اونو پشت سر گذاشت و بعد از اون ارتباطش با قبیله قطع شد. با اینکه مثل یک یخ تیز و درخشانه، اما لقب شوالیه موج دریا باعث میشه بقیه فکر کنن اون هایدرو رو کنترل میکنه. یولا معمولا با خودش یه سوت و استخونی رو حمل میکنه که باهاش صدای موج دریا رو تقلید میکنه و باعث گیج شدن دشمنانش میشه. شاید لقبی مثل شوالیه یخبندان واسش بهتر باشه، ولی شاید هم خود یولا امواج خروشان رو به یخهای ساکن و بی حرکت ترجیح بده. رقص قربانی، آیینی که خانواده سرشناس برای نشون دادن نجابت خودشون ازش استفاده میکنن. پرده سوم که نمایندگی قبیله لارنسه، یه رقص انفرادیه که به نور شمع سوسو زننده معروفه. Dance of Sacrifice Act 3 Flickering Candlelight. مهمترین بخش این رقص اینه که توسط دختر بزرگ قبیله اجرا شده. به عنوان دختر بزرگ قبیله لارنس امروزی، یولا این رقص رو به عنوان سرگرمی آرامش بخشی یاد گرفت. امروزه به نظر میرسه یولا کلن فعالیت‌های هنری خودش رو کنار گذاشته. هر کسی که به شوالیه امواج لبریز فکر میکنه، تصور رقصیدن توی ذهنش نمیاد. با این وجود، زیبایی رقص مانندی رو میشه توی رقص شمشیر یولا مشاهده. This was once part of a ceremony for aristocrats to show off their stature. Now it's just a private pastime. همراه با ریتم ضعیف و موسیقایی که به سختی میتوان اون رو با کلمات به تصویر کشید. As a descendant of a fallen ancestry, I alone must break free from the chains of revenge. همونطور که شمشیرش رو بالا و پایین میبره و به موسو آنسو تاپید کنه، حالت متمایز و برازنده اون به رقصندهی زیر نور مهتاب میمونه، دور از دسترس، بی‌آلایش و بی‌نفس. Are you here to spy on me? Not yet. It takes two to tango. Shall we? شاید از رفتار سرد یولا و زبان تندش انتظار نره، ولی یولا آشپز به شدت عالیه. همین، فقط این که گروه های شناسایی به داشتن بهترین جیره غذایی توی کل نایتا فابونیوس می‌نازن. فقط این که باید گفت یولا اون هیولای وحشتناکی که بقیه فکر میکنن نیست، بلکه میشه گفت توی این ماجرا خودش هم یه قربانیه. وقتی که مغازه از فروختن جنس بهش خودداری میکردن، رستوران ها به سفارشاش بیتوجهی میکردن، مردم باش همکاری نمیکردن و از مسیرش رد میشدن، اون به نوبه خودش یه دونه شهروند به شدت قانونمند و انسان کاملا با ارزشی بود. وقتی به من نگاه نمیکرد، اون نگاه مهربون و انعطاف‌پذیری که توی چشماش دیدم چی بود؟ به نظر میرسه که اون کارشو جدی میگیره، پس مطمئنن میشه بهش اتکا کرد. خب دیگه، آقای امیر اینجا گفته که اشک خودش در اومد. خب اشک منم در اومد 650 بار من این دوره خوندم و خب تا اینجا دیگه کافیه که اشکم در اومد. داستانهای یولا به شدت از نظر ادبی زیبا نوشته شدن. من نمیدونم داخل برگردونش به فارسی خوب عمل کردم یا نه، ولی پیشنهاد میکنم خودتون اگه علاقه مندین بشینین یه بار بخونینش. آخه تموم شد.
خب در آخر یه تشکر به شدت ویژه بکنم از حمایتاتون از طرف تمامی عوامل داخلی بابت اینکه این وقت رو میذارین از ما حمایت میکنین. ما الان حدود یه ماه اصلا فعالیت نداشتیم ولی خب از 120 ساب رسیدیم به 180 ساب. ممنون از این وقتی که میذارین ویدیوها رو میبینین، واقعا برامون ارزشمنده و از طرف تمامی عوامل داخلی از یک به یکتون تشکر میکنم. واقعا ممنون. و البته که یورا انرژی هم میخواد. یه عجب. خب مستقیم بریم سراغ آرتیفکت ها. فایستیز یه رقص انفرادیه که نور به نور به نور به نور 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 شاتر کراش آی کندم یو Wreck and ruin! Vengeance will be mine! Beg for mercy!